داره. سرانجام دو سال و نیم مبارزه سیاسی افشاگرانی که با تقدیم بیش از 70 شهید و هزاران اسیر زندانی و شکنجه شده همراه بود، روز 30 خرداد سال 1360 به لحظه اتمام حجت تاریخی مجاهدین مبدل شد. در این روز بیش از 500,000 نفر از مردم قهرمان تهران در حمایت از مجاهدین به خیابان‌ها آمدند. پاسداران به دستور شخص خمینی به روی مردم بیگناه آتش گشودند و بیرحمانه تر از شاه تظاهرات مسالمت آمیز مردم را به خاک و خون کشیدند. به این ترتیب مشروعیت رژیم خمینی پایان یافت و مجاهدین پس از آن با بذل نزدیک به 120 هزار شهید بالا مقام به یک مقاومت ایدئولوژیک، تاریخی و نظامی در برابر ایلغار خمینی دست دادند. بر سرلوحه این مقاومت حماسی، حماسی نبرد شهادت اشرف رجوی، سمبل زن انقلابی مجاهد و موسی خیابانی، سردار شهید خلق و یاران همراهشان می درخشد. مسعود رجوی در روز 30 تیر سال 60 تأسیس شورای ملی مقاومت ایران را به مثابه آلترناتیو میهنی و انقلابی برای رژیم خمینی اعلام کرد، شورایی که به پایدارترین ائتلاف سیاسی تاریخ ایران تبدیل شد. انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین یکی از سرفصل‌های مهم حیات این سازمانه. روز 19 اسفند سال 1363 دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران در اطلاعیه‌ای رهبری نوین سازمان مجاهدین و انقلاب نوین مردم ایران را معرفی کردند.